ما در نظام ولایت فقیه هیچ بنبستی نداریم، هیچ بنبستی نداریم. رژیم آخوندی در بنبست برجام و در وحشت از قطعنامه‌های شورای حکام طی یک عقب نشینی ذلیلانه به سفر گروسی تن داد و برای راه اندازی دوربین‌های نظارتی و امکان تعویض کارت حافظه آنها توافق کرد. به گفته گروسی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران بر روی سیستمی توافق کرده‌اند که محدودیت‌های خود را دارد، اما امکان استمرار اطلاعات را به آژانس می‌دهد. اما این بازی موش و گربه آن هم در دقیقه 90 برای چیست؟ خب الان چه اتفاق افتاد؟ ما خودمون یه بحثی کرده بودیم که اون مهلت تمام شد، ما دیگه به آژانس فیلم نمیدیم، نظارت آژانس رو قطع میکنیم. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اومدن رفتن، ما هیچ اطلاعی از توافقی صورت گرفته نداریم. درست عکس این حرف ها عضو دیگر مجلس ارتجاع میگوید: همچنین خوشحالم که برخی از مخالفان سرسخت برجام و همکاری با آژانس امروز موافق با برجام و همکاری با آژانس برای حل و فصل اختلافات شدند. روزنامه حکومتی جمهوری هم نوشت: رئیس و یکی از اعضای هیئت رئیسه و یک نماینده دیگر زمان تصویب قانون منع همکاری با آژانس به دولت 12 هشدار داده بودند که حق ندارد خلاف این مسببه عمل کند. حالا سکوت کردند. در سفر اخیر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران جلسات و توافقاتی حاصل شده که به نظر میاد اطلاع رسانی کافی به مجلس و افکار عمومی انجام نشده. معنای این تناقض گویی ها چیست؟ این همان بنبستی است که پاسدار قالیباف به آن اعتراف می کند و می گوید: وقتی در جلسات می نشینیم به قدری طرح مسئله می کنیم که هیچ کس نمی داند چاره و راه کار کجاست. این مسئله باعث می شود هر روز بر گره های کشور اضافه شود. ما در نظام ولایت فقیه هیچ بنبستی نداریم و سازوکارهای هم ظرف این مدت ایجاد شده برای اینکه ما بنبست نداشته باشیم. حتی اونجایی که